رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که ایران پاسخی معقول به پیشنهاد این اتحادیه برای احیای برجام داده. جوزف بورل روز دوشنبه در یک نشست دانشگاهی گفت که همه منتظر پاسخ آمریکا هستند. Estados Unidos no ha contestado formalmente todavía. ایالات متحده هنوز به طور رسمی واکنشی نشان نداده، اما منتظر پاسخ آنها هستیم و امیدوارم این پاسخ به ما اجازه دهد که مذاکره را به پایان برسانیم. امیدوارم این طور باشد، اما نمیتوانم به شما اطمینان بدهم. پاسخ باید تاکنون میرسید. جلسه ای در وین در پایان هفته گذشته برنامه ریزی شده بود، اما برگزار نشد. ممکن است در هفته جاری برگزار شود. اگر بتوانیم این توافق را دوباره برقرار کنیم، جهان مکان بسیار امن‌تری خواهد بود. همزمان ایران از ایالات متحده به دلیل آنچه که تعلل در پاسخگویی به پیشنهاد خود خوانده انتقاد کرد. تهران هفته گذشته پاسخ خود را به پیشنویس توافق نهایی احیای برجام که اتحادیه اروپا ارائه داد ارسال کرد. ما بارها تأکید کردیم که به دنبال توافق خوب، قوی و پایدار هستیم. توافق خوب از نظر ما به این معناست که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأمین بشود و این منافع پایدار باشد و در روند اجرا بازه زمانی وجود داشته باشه که برای جمهوری اسلامی ایران اثبات بشود که طرف مقابل بر تعهدات خودش ایستاده و در حوزه عملی به توافقات پایبند خواهد بود. این اظهار نظر ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در حالی است که یک روز پیش از آن رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر تلاش‌ها برای احیای برجام گفتگو کردند. این در حالی است که یائیر لاپید، نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل، روز دوشنبه به امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت که اسرائیل با بازگشت به برجام مخالف است و به آن متعهد نخواهد بود. بنابر گزارش سایت خبری اکسیوس، ایالات متحده تلاش کرده تا نگرانی‌های اسرائیل را درباره احتمال احیای برجام برطرف کند و حتی بازگشت به این توافق را به این زودی میسر ندانسته. با این حال، بنابر این گزارش، این اطمینان بخشی از سوی واشنگتن دولت اسرائیل را قانع نکرده. اسرائیل پیشتر بارها تهدید کرده بود که اگر تلاش‌ها برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ناموفق باشد، دست به اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی این کشور خواهد زد. از سوی دیگر تهران میگوید که اروپا بیشتر از این کشور به احیای این توافق نیاز دارد. تنش‌های بین غرب با روسیه مشکلاتی را در زمینه تأمین انرژی اروپا ایجاد کرده. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد در صورت توافق بر سر احیای برجام و رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نفت این کشور احتمالاً سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها وارد بازارهای جهانی خواهد شد و افت فروش نفت روسیه در اروپا را جبران می‌کند. گرچه به دنبال این تازه‌ترین تلاش‌ها احیای برجام به نظر محتمل‌تر از هر زمان دیگری می‌رسد، اما همچنان تنش‌های ایران و اسرائیل می‌تواند شرایط را در آخرین دقایق کاملاً تغییر دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.